با درود مجدد، هوشنگ انجمن پادشاهی ایران. البته بین این نوار و نوار قبلی من 24 ساعت فاصله هست که من واسه سر کار اومدم و نوار گذشته رو کنترل کردم و دیدم که نوار 44 گویا که با استقبال زیادی روبرو شده. در ارتباط نوار 44 سخن میگم، مبارزات ایدئولوژیک انجمن پادشاهی ایران. و من قبل از هر چیز باید سپاس بگم به بینندگانی که برنامه من رو نگاه میکنید. من باور کنید که بسیار سپاس دارم به شما و بسیار درود خاص دارم به شما برای اینکه در این شرایطی که توی یوتیوب کسی دنبال سخن مبارزه نمیگرده و همه برای تفریح و خوشگذرانی، و البته من مخالف تفریح و خوشگذرانی نیستم، ولی اینکه شما من رو توی یوتیوب پیدا کردید و میبینید برنامه خودتون رو، برنامه انجمن پادشاهی ایران رو، برنامه تاریخ ایران رو، برنامه فرهنگ ایران رو، برنامه مبارزات ملت ایران رو در طی تاریخ و به ویژه برنامه مبارزه فولادبند که در واقع بخشی از جان من و بخشی از روان من هست که من در این رهگذر در خدمت این مبارزه هستم و پیمانی رو با فولادبند و ملت ایران بستم که هرگز این مبارزه رو رها نکنم. و من به شما سپاس دارم و جان شما رو مانند جان خیشتن دوست می دارم. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. هواداران کوی فولادبند جان من هستند، هواداران کوی ایران و این مبارزه و این فرهنگ جان هوشنگ هستند و مانند جانم از شما مواظبت و سپاس و در واقع خرسند هستم به وجود شما گرامیان. همونطور که گفتم در ارتباط مبارزات ایدئولوژیک انجمن پادشاهی ایران سخن میگیم و فرهنگ ایران و مبارزه و نوار 34 که شروع کردیم از هویت ملت ایران سخن بگیم. چرا هویت مهمه؟ برای اینکه باور کنید، داستانی رو مادر من بچه بودم تعریف میکرد که آره، شخصی رفت تو یک شهری، دید که مثلا جلوی اشتری استخوان گذاشتن، جلوی نمیدونم سگی یونجه گذاشتن، جلوی فلانی، و اینا رو عوض کرد و همه ناراحت بودن و کسی نمیدونست چه کنه با این غذایی که جلوش هست. و غذا که عوض شد، همه به جنب و جوش افتادن و به حرکت افتادن و در واقع اون چه که ملت ایران امروز در واقع انجام میده مطابق هویت ملت ایران نیست. ببینید، من سخن از دهقان گفتم. دهقان معانی بسیاری داشت و داره که برای شما چند تاش رو مشخص کردم. همراه هر کاری، همراه هر حرفه‌ای، همراه هر شیوه زندگانی، همراه هر رابطه، فرهنگی مناسب اون به وجود میاد و این فرهنگ در واقع نمایانگر و بیانگر شخصیت اون جامعه و اون ملت هست. ملت ایران ملت دهقان هست، ملت راستگو، سخت کوش، دلاور و جنگنده،
و دبیر و مدبر، ملتی آگاه و بیدار و ایستاده. این فرهنگش همراهش هست، ولی زمانی که جامعه ایران به شترگاه فلنگ تبدیل شد، دیگه ملت ایران نمیدونه باید چه کنه. باید دروغ بگه که خودش رو رها کنه، باید کلک بزنه تا از زیر شمشیر در بره، باید چاپلوسی کنه که به مقام و جاه و نون و آب برسه، چاپلوسی کنه که جانش رو نجات بده. ببینید، این شخصیت ملت ایران و این هویت ملت ایران نیست. ایستادن، سر پا ایستادن، مقابل ظلم ایستادن و سربلند ایستادن و مبارزه کردن، این هویت دهقان هست. من نامی رو که روی پلتاک، زمانی در رومهای پلتاک بودم و صحبت می کردم، اونجا نام من دانشور دهقان هست. من آگاه هستم به فرهنگم و سخن دهقان. باور کنید، من اگر امروز بنا بود که نام فامیلی برای خودم انتخاب می کردم، نام دهقان رو برای خودم انتخاب می کردم. نام دهقان رو برای خودم انتخاب می کردم، زیرا که به تمام خصوصیات این نام هم افتخار می کنم، هم آگاه هستم. کنار فرهنگ، کنار حرفه دهقان، فرهنگ دهقان میاد. فرهنگ راستی، فرهنگ دلاوری، فرهنگ سربلندی، فرهنگ به قول معروف مبارزه. مبارزه نه یعنی جنگ و آشوب به وجود آوردن، نه، مبارزه یعنی در مقابل باطل ایستادن. مقابل در مبارزه یعنی مقابله کردن با دشمنان ملت، دشمنان ارزش. مبارزه همیشه هم به قول معروف هفت تیر کشی نبوده که. مبارزه برای خودش هم فرهنگی داره، هم معنی خاص داره، هم به اصطلاح جایگاه درست داره. ملت ایران از مبارزه برای فرهنگ خودش و برای بقای خودش دست برداشته، متوسل به حیله شده. این هویت ملت ایران نیست. به ایران سوگند، ما اشتباه داریم میریم، ما رو اشتباه بردند، البته ما رو با شمشیر هدایت کردند. ما اینوری نمیخواستیم بیایم، ما رو اینوری آوردند. ما رو به یک ملت مصرفی بی ارزه بی خرد تبدیل کردند. ملتی که صبح تا شب بره و به قول معروف سر همدیگه کلا بذاره به خاطر یه لقمه نون، بعدم گفتم که غذای آلوده بخره ببره خونه و تو سن 35 سالگی هم سکته کنه، ملق تو سوراخ، طرف خاکی بر سرم کرد، صبور بشه. این سخن رو قبلا گفتم. من موقعی که میگم من در رابطه با، یعنی من انجمن پادشاهی ایران، من به شما گفتم که ملت ایران از خرد بی اندازه‌ای برخوردار هست. ملت ایران توان این رو داره که در هر موقعیتی بهترین تصمیم رو برای زندگیش، برای بقاش و برای سربلندی خودش بگیره، بدون اینکه بخواد به دیگران آسیبی بزنه. ما انجمن پادشاهی ایران برنامه اقتصادی بسیار مشخص و منطبق بر خرد و دانش روز داریم. زمانی که در دنیا به قول معروف هنوز اینقدر خرد رشد نکرده بود که بفهمه که راه آبی چیه، راه زمینی چیه، ما در جهان اولین کننده کانال هستیم. ما کانال سوئز رو به جهان ارائه کردیم. یعنی ما در واقع ملتی هستیم توانا و خردمند، میتونیم برنامه های بسیار سازنده ای رو ارائه بکنیم. ما در همون سرزمین، گفتم بارها، اگر نفت هم نباشه ملت ایران قادر به زندگی بسیار شرافتمندانه هست. برمیگردم به دنباله سخنانم.